سلام و به این برنامه آشنایی با آنگولا از لیسبون خوش آمدید. امروز به دیدار بونگا، آهنگساز بزرگ آنگولایی آمده ایم که علاوه بر آنکه موسیقیش معروف است، خود او نیز نمادی از استقلال و آزادی آفریقا است. سبک موسیقی او سامباست. اگر سامبای برزیل را شنیده باشید متوجه می شوید که این موسیقی هم شبیه آن است. هر بار که این موزیک مخصوص آنگولا را می نوازیم مردم از جایشان بلند می شوند. این موسیقی شادی، هماهنگی و آرامش است که حس بسیار مثبتی هم دارد. بونگا که در آنگولا به دنیا آمده و بزرگ شده، نخست یک دونده حرفه‌ای درخشان بود. او در 23 سالگی برای پرورش استعداد ورزشیش راهی پرتغال شد. بونگا به باشگاه بنفیکا پیوست و رکورد دوی 400 متر را شکست. آن زمان آنگولا هنوز مستعمره پرتغال بود و بونگا که علناً حامی استقلال کشور و مردم خود بود، ناچار شد به هلند برود. من که عاشق بنفیکا و جایگاه هم بودم، با ناراحتی زیادی از باشگاه رفتم، چون عضو یک گروه سیاسی استقلال طلب بودم که باقی اعضایش را در آنگولا بازداشت کرده بودند. وقتی این خبر به من رسید، من هم از پرتغال رفتم. بونگا حالا به لیسبون، شهر خودش، بازگشته و خاطرات جوانیش را مرور می کند. او در هلند به سراغ موسیقی رفت و تمام وقتش را برای آن گذاشت، تا در سال 1972 آلبوم جنجال برانگیز آنگولا 72 را منتشر کرد. خیلی ها که آدم های ترسویی بودند درباره اوضاع کشور حرفی نمی زدند. اینها چه سیاه پوست و چه سفید پوست هم دست رژیم بودند و با استعمارگرها مال و منالی به هم زده بودند. حرف آلبوم من در واقع همین مسائل بود. بونگا کم کم در آنگولا، پرتغال و دیگر جاهای دنیا شناخته شد و دولت فرانسه به پاس خدمات هنریش از او تقدیر کرد. بونگا حالا 78 ساله است و نزدیک به 40 آلبوم را در کارنامه دارد، اما هنوز از کار دست نکشیده و مضمون آهنگ تازش کودیا کوئتو را از آشپزی آنگولا گرفته. بونگا حالا خودش مشغول تهیه خوراک ماهی سنتی است. کودیا کوئتو یعنی غذای ما، خوراک ما. این غذا هم خوراک سنتی ماست. اسم این غذا فونج است و گاهی با کالولو هم میگویند. دوستان و خانوادهش که امروز دور هم جمع شده اند، دست پخت هنرمند را میچشند. خواهرزاده او اریکا نیز همراه دیگران دور میز نشسته. او از بونگا نقاشی فوق‌العاده‌ای هم کشیده است. بونگا همیشه در جمع خانواده‌های آنگولایی جا داشت. خود ما با آهنگ‌های او بزرگ شدیم. گرچه غیر مجاز بود، اما همه گوش می‌دادند. خیلی از بچه‌ها هم آهنگ‌هایش را می‌شناسند. او خواند و با آوازش خیلی چیزها را درباره کشور گفت که خیلی‌ها نمی‌دانستند. من را سفیر موسیقی آنگولا و قهرمان کارهای بشردوستانه لقب دادند، اما اینها باعث نمی شود مغرور بشوم، بلکه من را وامی دارد تا بیشتر کار کنم و به باورهایم یقین داشته باشم.